بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين أبي الغاصم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين قال رسول الله افضلكم ایمانا احسنكم خلقا یکی از نکاتی که وجود نازنین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در خطبه معروف شعبانیه قبل ماه مبارک رمضان به اون اشاره فرمودن اینه که مردم اخلاقشون رو در این ماه مبارک رمضان نیکو کنند بهتر از غیر این ماه نکته نکته بسیار مهم است اخلاق زیربناش ایمانه هرچه انسان در ایمان قویتر باشه اخلاقش بهتره حدیثی که اشاره کردم افضلکم ایمانا احسنکم خلقن آقا رسول الله فرمودن مؤمن ترین شما خوشخلق ترین شماست این نکته در احادیث اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام بسیار به سفارش شده است اخلاق خلق و خوی نیکو به گونه ای که ما در ویژگی های وجود نازنین آقا رسول الله که اسوه و الگو برای ما هستند در سوره احزاب می ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الاخر وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام رفتارش اعمالش برنامه های زندگیش الگوی خوبی است برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند این پیغمبر همیشه تبسم و بله لبشه همیشه شاده سروران عزیزان تو ماه مبارک رمضان این خوشخلقی بیشتر باید جلوه داشته باشه و نمایان بشه اگر کسی گاهی یه حزنی هم داره طبیعی بعض مشکلات ممکنه گاهی در وجود انسان ایجاد غم و غصه کنه آقا امیر علیه و السلام, و در نهج البلاغه این ویژگی رو برای مؤمن بیان فرمودن المؤمنو بش وجهه و حوز فی قلبه یکی از ویژگی های مؤمن اینه چهرش بشاشه و قلبش محزونه یعنی اگر یه غم و غصه مؤمن داره تو دلشه چهره رو نگاه میکنی شادابه گویا اصلا هیچ مشکلی نداره قطعا اینطوره مشکلات تو زندگی برای افراد طبیعی پیش بیاد این نباید تو ظاهر وجود انسان یا چهره انسان نمودار باشه چون اولیاء خدا اصلا غم و غصه در واقع ندارن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن میفرمود آگاه باشی که دوستان خدا هیچ ترسی ندارند و هیچ غم و غصه ای ندارند لذا پوشیده است هر چه نگاش میکنی شاداب مؤمن دوست خدا شادابه چرا چون خدا داره گر مرا هیچ نباشد نه نب به دنیا نه به اقوا چون تو دارم همه دارم دیگرم هیچ نباشد یا به قول مرحوم الهی قمشه ای در دیوانش میگه ما عاشقان غیر از خدا یاری نداریم با یاریش حاجت به دیاری نداریم کسی چه خدا رو داره چه غم داره اینو عرض میکنم که تو ماه مبارک رمضان واقعا شاداب تر از غیر این ماه با خودمون با اطرافیانمون باشیم این نکته نکته دقیقی است وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه تعبیر زیبایی دارند الهی ماذا فقد من وجدک و من لذی وجد من فقدک لقد خواب من رضی دونه که بدلا خدا یا هر کس تو را دارد چه ندارد و هر کس تو را ندارد چه دارد بیچاره است هر به غیر تو راضی شده است مؤمن این گونه می اندیشد که خدا با اوست هو معکم عینما کنتم هر جا باشیم خدا با ماست کسی که خدا رو پشتیبان خود میداند حسبی الرب و من المربوبین حسبی الخالق و من المخلوقین این واقعا شادابه وقتی شاداب بود این اخلاق رو دیگران هم از اون میبینند خلق, و نی... خلق او و رفتار او نیکوست خلق و رفتارش نیکوست در مقابل دیگران و لذا این نکته رو باز از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دقت کنیم که فرمود سنگینترین عبادت در میزان عمل روز قیامت حسن خلق این خیلی عجیبه بعضیا در مستحبات انجام مستحبات خیلی جدی ولی گاهی یک مسئله رو فراموش میکنند فکر میکنن کامل شب و روز به مستحبات رسیدن حالا چه در این ماه مبارک چه در غیر ماه مبارک رمضان مرتب در رابطه با مستحبات کوشش میکنه اما تو خلق کم میاره شیطون با این افراد هم بیشتر کار داره او که اصلا نیست تو این کارا که رهاش کرده او که میبینه واقعا داره دقت میکنه مواظبت میکنه واجبش رو انجام میده گناه نمیکنه او که میبینه به مستحباتم توجه داره شیطون میاد ای رو میخواد اذیت کنه به قول امام صادق علیه السلام و فرمودند شیاطین جعلوا حوائلهم انا میاد حوائل و ریسمان های فریبش و عذیت و آزارش رو برا دوستان ما داره میبینه این داره خوب عمل میکنه میاد یه کاری کنه تو اخلاق کم بیاره متاسفانه گهگاه میبینیم بعضی تو عبادت کم نمیذارن تو مستحبات جدی ولی تو اخلاق عبوسه چهره در همه چهره گرفته است ای چه عبادتیه وقتی اخلاق نباشه همه چی خراب میشه وجود نازنین آقا رسول الله در حدیثی فرمودند انسان بد اخلاق از هر گناهی در میاد در گناه دیگه وارد میشه یعنی بد اخلاق لحظه به لحظه گناه میکنه و مثال زیبایی فرمودند فرمودن همون گونه که سرچ اصل رو خراب میکنه خلق بد ایمان رو خراب میکنه ببینید اصل خالص اگر صد سال بیرون یخچالم بمونه هیچ عب نمیکنه اما یه مقدار سرکه برسه خراب میشه فرمود چطور سرکه اصل رو خراب میکنه خلق بد ایمان رو ضایع میکنه چقدر باید مواظبت کرد چقدر باید دقت کرد شیاطین رو دور کنیم اخلاق خوب نه تنها در این ماه که این ماه باید تمرینی باشه بر تمام طول سال ما و تمام عمر ما که بهترین اخلاق رو داشته باشیم چهره بشاش در ویژگی های وجود نازنین آقا رسول الله همیشه تبسم و لب حضرت بود هر چه نگاش میکرد حضرت رو شاداب میدید آقا امیرالمؤمنین و دیگر معصومین رو اگر رفتار و اخلاقشون رو در سیره زندگانیشون مطالعه و دقت کنیم همیشه بشاش بودن با اطرافیام این گونه بودن این دستورات نورانی که وجود نازنین پیغمبر اکرم به ما دادند ببینید خیر و کم خیر و کم خیرکم, خیرکم و انا خیر و فرمود بهترین شما کسی است که با خانواده خودش مهربانتر باشد سروران عزیزان روز داران ماه مبارک رمضان باید برای ما ماه اخلاق باشه ماه رفتار بهتر باشه ماه تواضع و فروتنی باشه ماه سلام باشه این ویژگی رو وجود نازنین پیغمبر اکرم همین ویژگی ها رو با هم داشتن اولا هیچ کس نتونست در سلام بر پیامبر خدا سبقت بگیره به همه سلام میکردن و حتی فرمود من به کودکان هم سلام میکنم دوست دارم این بعد از من سنت بشه یعنی شما هم به کودکان سلام بکنید تو سلام کردن کوچک و بزرگ نکنیم فرق نگذاریم به هر که رسیدیم سلام خب این طبیعتا نکته بسیار زیبایی است در اخلاق که آدم به هر که رسید سلام بکنه فرق نگذاره شما ببینید یکی از دعاهای ماه مبارک رمضان در این روزها اینه اللهم نفیه، فیه اطعام الطعام و افشا السلام و رحمت الایتام خدای روزی من کن در این روز و در این ماه چه کنم اطعام تعام اولا تعام بدم به دیگرها به فقرا به دیگران افتاری و ثانیا افشاع سلام سلام علنی بشه تو سلام فرق نگذاریم این نشانه تواضع انسانه این نشانه اخلاق خوبه کسی که میخواد اخلاق خوب داشته باشه باید تمرین کنه یه راه تمرینش سلامه وجود نازنین امام اسکری علیه و السلام و من التواضع از سلام علا کل من تمر رو به و جلوس دون شرف المجلس فرمود از نشانه های تواضع اینه که به هر چه رسیدی سلام کنی علا کل من تمر رو به هیچ تفاوت برات نکنه ای که مقابل تو از کوچکتر بزرگتر همسن و ساله فقیر غنی عالم جا هر چه هست به هر چه رسیدی سلام بکنی این از ویژگی های تواضع و جلوس دون شرف المجلس یعنی جایی که مینشینی پایین تر از اون جای بالای مجلس باشه برای خود جایگاه خاص نداشته باشی این نکته رو در نظر داشته باشی این تواضع پیغمبر این اخلاق نیکو هر چه میخواد فردای قیامت وجود نازنینش فرمود اون کسی در بهش به من نزدیک تره که در اخلاق به من شباهت بیشتر داره کسی که میخواد تو بهش انشالله هم نشین پیغمبر باشه همراه باشه اینجا باید اخلاق نیکو داشته باشه واقعا مردم خصوصا خانواده و اطرافیا از او احساس آرامش و راحتی بکنند احساس بکنن جالبه با او بودن یه راه هم داره چون گاهی مسئله تو زندگی پیش میاد برای بعض افراد که میگن دیگه من عصبانی شدم چرا شدم دیگران تقصیر داشتن برای اینکه تقصیر رو به گردن دیگران نگذاریم همیشه به یک حدیث آقا رسول الله عمل کنیم خطیب معروف کشوری مرحوم آقای فلسفی میفرمود اگر این حدیث و دنیا عمل کنند دیگه هیچ جا نیست قال رسول الله سل من قطعک و اعف من ظلمک و اعت من حرمک فرمود سله کن با کسی که از تو قطع کرده یعنی خوبی کن با کسی که باد بدی کرده اگه آدم با همه این طور باشه بدی میکنن در مقابل خوبی کنه اخم و با لبخند جواب بده خوبی با کسی که با تو بدی کرده ببخش کسی که ظلمت کرده و عطا کن به کسی که محرومت کرده اگه همیشه تصمیم بگیریم این حدیث رو عمل کنیم خب ما چیزی کم نمیاریم که اگه اونایی که با ما بدی کردن در مقابلشون خوبی کنیم ظلم کردن ببخشیم محروم کردن عطا کنیم در پیشگاه پروردگار معجوریم فرمود ولیعفو ولیسفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم ببخشید عف کنید حتی دل رو پاک کنید نمیخواید خدا شما رو ببخشه انشالله با این اخلاق نیکو حد اکثر استفاده رو از این ماه مبارک بر بهره برداری کنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته